طبیعت دنیا را باید بفهمیم که ما در اینجا در صحنه امتحان قرار داریم. ما هر لحظه از عمر ما که سپری میشه، ما در امتحانات خیلی سخت دامنگیر میشیم. و اینم فراموش نکنید که به هر کس به اندازه نزدیک بودنش به خدا درد میرسه. این فراموشتان نشه. به هر اندازه که به خدا نزدیک باشیم، به مو اندازه درد میرسه. یک چیزی که قابل یادآوری است در ابتدای درس یادآوری میکنیم و این است که هر زمانی که از الله متعال نافرمانی ما زیاد شد و الله متعال ما را برنجها گیر می کرد، بفهمید که عذاب خدا هست. و اگر کدام زمان ما فرمان بردار الله بودیم، نماز می خواندیم، روزه می گرفتیم، اطاعت فرمان برداری می کردیم و امتحانات خدا دردها می آمد، این بخاطر رفع درجات ما تو است. یک امتحان هست که آیا موفق می شیم یا ناکام. خود ما خود را یک ارزیابی بکنیم که چه قسم مردم هستیم. و هیچگاه در مورد غم دنیا و مشکلات و مصیبت ها و سختی ها از عقل خود فیصله نکنیم. عقل ما خیلی کم بوته ها داره، عقل ما قاصر هست. حکمت هایی که در پسا پشت سر مشکلات وجود داره یا در عقب مشکلات وجود داره، این توسط عقل خود نسنجیم. الله متعال برنامهش قسم دیگه است. ما تو اصلا نمیفهمیم که الله چی برنامه داره، الله متعال چی میخواه. وقتی که تو فرمان بردار الله هستی، سر به سجده به پیشگاه پروردگار میگذاری و میگه سبحان ربی الاعلا، چرا الله متعال بنده را هنوزم به مشقت ها گرفتار میکنه؟ حتی عده مسیر اسلام را رها کردن، میگه چرا خدا دست به کار نمیشه و اقدام نمیکنه؟ استغفر الله. همین لحظه ای که صحبت میکنیم اقدام نیست. آب مینوشیم اقدام نیست. از نعمت های خدا استفاده میکنیم اقدام نیست. ای که آفتاب می درخشه اقدام نیست، ای که از مهتابش، از روشنایی مهتابش استفاده میکنیم اقدام نیست. از نعمت های خدا که لحظه لحظه استفاده میکنیم اقدام نیست. همین لحظه ای که نفس میکشیم اقدام نیست. همین لحظه ای که دست ما حرکت داره اقدام نیست. پاهایی که قدم میزنیم اقدام نیست. ای که ما صحبت کرده میتونیم اقدام نیست. چشم ما میبینه اقدام نیست. گوش های ما میشنوه اقدام نیست. چی بکنه الله متعال؟ یا دو درد که به طور سه به خاطر او به خدا پشت میکنه. یک دو درد، برو نعمت های تو حساب بکن که چقدر زیر بار نعمت های خدا قرار داریم. غمت از انگشت های دست اضافه نمیشه. ما اگر در شمارش نعمت ها همه ما قدم بزنیم، کسایی که دیگه حضور دارن یا صدای ما رو میشنون، والله اگر نعمت های خدا را بشماریم کوتاهی میکنیم. شاید رنگ قلم ها خشک شوه، شاید کاغذ ها تمام شوه، اما نعمت های خدا که بالای تو قرار داره تمام شدنی نیست. و این تعد نعمت الله لا تحصوها. اگر بخواهیم که نعمت های خدا را حساب بکنن، نمیشه، ممکن نیست. پشت هر بلایی و امتحانی و مشکلی یک حکمت خدا نهفته است. گاه اوقات که درگیر کرونا میشه، الله متعال به تو میفهمانه که فقط باید به خدا رجوع کنی. الله به تو میفهمانه که فقط مذات قادر هستم. الله متعال به تو میفهمانه که فقط ما توانایی دارم. شما تواناییتون در مقابل توانایی ما هیچ چیز. باید بفهمی میره. تا زمانی که درد به ما و تو نرسه، ما و شما در مورد درد صحبت نمیکنیم. متوجه شدین؟ تا زمانی که درد به ما و تو نرسه، ما و شما در مورد درد صحبت نمیکنیم. تا زمانی که غم به ما و تو نرسه، ما الله الله نمیگیم. درست قبل یک کسی پیام داد و گفت قاری صاحب یک دعا رو برای ما یاد بده که امتحان ما شروع میشه. تا زمانی که به امتحان درگیر نشیم دعا نمیکنیم. در وقت امتحان خیلی ما رو خوب تقوا میگیره الحمدلله، چون صحنه سخت هست. الله میخواد به سوی خدا رجوع بکنه. آیت قرآن کریم است. الله متعال میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لماذا لعلهم يرجعون. ما شما را به عذاب نزدیکتر یا عذاب اندک دنیایی ما شما را گرفتار میکنم تا از عذاب اخروی شما نجات بیابین. لعلهم يرجعون، تا به خدا رجوع بکنه. گاه قد سختی ها در دنیا بالایت میه که سختی های آخرت کاسته شود. ما در بهشت قرار نداریم، ما در دنیا هستیم. این مشکلات دنیا حقیقت دنیا را برای تو به تصویر میکشه. مشکلات دنیا و غم ها و درد ها و سختی ها و فقر و ناداری و مشکلات و ناامنی و سایر مشکلات به تو حقیقت دنیا را به تصویر میکشه که دنیا اینمی قسم است. باید دنیا را بشناسی. حقیقت دنیا اینمی هست. باید تو دنیایی که باید تو مشکلات ما درگیری هستیم، آیا دل بسته کردن لازم است؟
خدا میفهمانه تو که دنیا هست متوجه باشه. ای بهشت نیست؟ ای بهشت نیست که مرگ نباشه. ای بهشت نیست که در اوجه پیر شدن نیست، در اینجه پیر شدن هست. ما در دنیا قرار داریم، نه در بهشت. ما را الله متعال گه گاهی با مشکلات گرفتار میکنه تا با آخرت آماده شه. و سختی ها ما را گرفتار میکنه که بر آخرت آماده شه. در صنف اول 2-3 الی 12 از ما امتحان چهارنما و سالانه گرفته میشه به خاطر ازی که برای کانکور آماده شه. کانکور گرفته میشه تا با لیسانس آماده شویم. لیسانس گرفته میشه تا با مستری آماده شویم. مستری گرفته میشه ازی تا به تخصصت برسی و راحت شوی. دنیا سرای امتحان هست. در امتحان شکست نخوریم. اگر شکست خوردیم اصل او عذاب هست. عذاب حقیقی و اصلی است که در امتحان شکست بخوریم. شما در مورد ابراهیم علیه السلام ای آیار بارها شنیدیم و تلاوت کردیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. ما ابراهیم علیه السلام را به خیلی سختی ها و ابتلاعات و مشکلات گیر کردیم و امتحانش کردیم. فأتمهن. ابراهیم او را به اتمام رسند. بعدش چی میگه؟ قال اینی جاعلک للناس اماما. حالا امام تو رو انتخاب میکنم. حالا باید امام شوی. حالا به این بدون سختی امام شدن سخت است. بدون سختی و بدون مشکلات را سپری کردن به آسانی ها رسیدن سخت است. ناممکن هست که بدون مکتب خواندن و تو خط نوشتن را یاد بگیرم. این ناممکن هست بدون از اینکه ما تو تزریق آمپول شویم ما تو صحت یاب شویم. گاهی اوقات باید آمپولم خورده شویم. گاهی اوقات باید دوای تلخ را هم بخوریم تا به شیرینی صحت مندی برسیم. امکان نداره که ما سختی ها را سپری نکنیم با آسانی ها برسیم. گاهی اوقات گناه میکنیم، معصیت و نافرمانی میکنیم. هر کدام ما برای خود ما خوب معلوم هست که ما چه قسم مردم هستیم. حالا چهره های همه ما شما الحمدلله ظاهرا خیلی انسان های خوب معلوم میشه الحمدلله، اما خود را هر کس خوب میشناسه که چه قسم یک بنده خدا هست. خوب خود را میشناسه. از گناه خود خبر داریم، از لغزش های خود خبر داریم، از خطاهای خود خبر داریم، از گناه های کبیره و صغیره خود خبر داریم، از نافرمانی های خود خبر داریم، از تمامش خبر داریم. خود را یک ارزیابی بکنیم. الله میخواهد که به سوی خدا برگردی. الله متعال میخواهد که به سوی خدا برگردی. چرا این مشکلات هست؟ حالا میم روی چراها صحبت میکنیم که چرا هست و بعدش راه حلش رو میگیم. تعهد با هم میکنیم که در اندازه توان خود را عمل میکنیم. در اندازه توان خود باید عمل بکنیم. در غیر صورت این به تضمین براتون میگم که مشکلات حل نخواهد شد. این مشکلات خواهد بود. یا در مقابل مشکلات با استقامت استوار نخواهد شدیم، ضعیف خواهد شدیم و سست خواهد شدیم. گاهی اوقات مشکلات و سختی ها و درد ها که میه، الله متعال میخواهد گناه هایتون را عفو بکنه. الله متعال میخواهد گناه هایتون را عفو بکنه. شما در کسایی که شغل یا کسب آهنگری دارن شما گاهی اوقات رفته این بعضی آهنا رو بالای آتش میگیرن که یک نوع صاف شوه، پاک شوه. دیدین شاید دیده باشه. خود آهن صاف شوه و بدی هایی که در آهن وجود داره باید دور شوه. گاهی اوقات بسوزی باید، گاهی اوقات بسوزی تا پاک شوی. مسلمان ها در غزوه بدر پیروز شدن. 70 نفر مشرکین از بین رفتن و 70 نفرشان اسیر شدن. در غزوه احد یک اندازه برعکس شدی قضیه. 70 نفر از مسلمان ها به شهادت رسید. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا. صحابه نزد پیامبر آمد و گفت یا رسول الله ای از کجا بود؟ او غزوه به یاد ما هست. دو غزیه سر غزوه سراسر پیروزی بود، سراسر کامیابی بود، سراسر عزت بود، فتح بود. ای چرا ای تو شد؟ ان هذا. پیامبرم در جنگ زخمی شده بود. چند جای پیامبر در جنگ زخمی شد. حمزه هم در جنگ به شهادت رسید. ان هذا ای از کجا شد؟ هو من عند انفسكم و از جانب خود شما. ما برای شما گفته بودم که تپه را ترک نکنه. تپه ای کسایی که سیرت خواندن ای تپه را ترک نکنه. ما براتون گفته بودم شما نافرمانی کردین. هو من عند انفسكم از دست خود شما. گاهی اوقات باید ای توسط ازو جبران شود و گناه توسط ای جبران شود.
الله متعال گاهی وقت سختی ها را میره که گناه ها جبران شود. والله ای گناه های خود را که میبینیم و ای عذاب خدا را میبینیم خیلی کم هست، خیلی اندک هست. عالم خیلی فضلی الله متعال بالای ما شما میشه. ای دروازه مسجد بند نیست که ما با مسجد داخل نشیم، اگر گناه هم کرده باشیم دروازه باز هست، نگه داخل شو اجازه هست. ولی از پدر نافرمانی بکنیم رایت صحبت نمیکنه، از مادر نافرمانی بکنه امرای صحبت نمیکنه. الله برات اجازه داده که برو داخلش مشکل نداره. ابن سیرین رحمه الله میگه، میگه من 4 ماه به خاطر یک گناه از نماز شب افتادم. 4 ماه به خاطر یک گناه من از نماز شب، نماز تهجد محروم شدم. او گناهش چی بوده؟ گفت یک جای یک نفر میگذشت، من برش گفتم ای مفلس، یعنی چیزی برای آخرتت ذخیره نکردی. من او رو گفتم ما خود در عبادت مصروف هستیم، گویا امی تو گفته باشه ما خود در خدا پرستی، در کمال خدا پرستی مصروف هستیم، تو مفلس هستی چیز نداری. گفت بخاطر امی گپ خود ما 4 ماه از نماز تهجد محروم شدیم. گاهی اوقات که گناه میکنیم پس لرزه هایش متوجه باشیم که لرزه هایش خیلی خطرناک است. یک طالب العلم همراه استاد خود در یک مسیر روان بود، همراه استاد خود این طالب العلم چشمش به یک نامحرم افتاد و خوب عمیق طرف نامحرم دید. استاد طرفش متوجه بود، استاد طرفش متوجه بود، طرف چشمش متوجه شد، گفت متوجه پس لرزه های زیباش چشمت که به ایجا افتاد، متوجه پس لرزه هایش کجا تو رو تکان میده، منتظر باش. حتی سالها بعد، 40 سال بعد از حافظ قرآن کریم، قرآنش فراموش شد. گفت ما گفته بودم که متوجه باشی. گاه اوقات بعض لغزش ها سبب میشه که خیلی چیزها رو ما از دست دیم. گاه اوقات غیرازری ها باعث میشه در پهنتون و مکتب و در مدرسه که ما در نمرات خود کم بیاییم، متوجه باشیم. ای به خاطر گناه های ما شما هست، ما خود ما مسیر اشتباه میریم و یه گناه ها رو عفو میکنه. تشویشم نداشته باشین، گناه ها رو عفو میکنه. من در ابتدای یک حدیث براتون خواندم، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئه. رسول الله صلى الله عليه وسلم میفرمایه، میگه بلا آن قدر دوامدار میشه بلای بنده، همیشه دوامدار هست هست تا زمانی که بنده در روی زمین گشت و گذار داره و هیچ گناهی بلای بنده نیست. دقیق شده؟ به او اندازه بلای ز مشکلات و امتحانات و سختی ها و درد ها و فقر میآید که به اندازه ای که هیچ در حالت در دنیا گشت و گذار میکنه قدم میزنه که هیچ گناهی بلای بنده نیست. خوشا به حال تو انسان ها که الله متعال اینها رو به درد میرسانه، اینها رو دامنگیر درد میکنه، به اینها مشکلات و سختی ها میرسانه تا در دنیای گناه های اینها عفو شوه. پشتر آهنگر مثال دادم براتون، وقتی که دو سختی ها دو آتش او بسوزه، باز از او یک چیزی مفید ساخته میشه، از او باز استفاده میشه. او کارت که بالای آتش گذاشته میشه که او باید درست شود و تیز شود و بدی هایش دور شود و زنگ هایش دور شود که او کار یک چیز مفید به بار بیاید، چیز خوب شود.